چنان که در بخش پیشین گفتیم، خوابنگار تعبیر خواب ضحاک را اینگونه گفت که قهرمان از نسل شاهان به نام فریدون برخواهد خواست و او را نابود خواهد کرد. ضحاک چون می شنود از نسل جمشید فرزند پدید خواهد آمد که او را سرنگون خواهد کرد، پس از کشتن آبدین پدر فریدون آهنگ کشتن فریدون نیز می کند. انتخاب نام فریدون برای فرزند علی رغم پیشگویی ستاره شناسان که مرگ ضحاک را به دست سپهبد فریدون نام می دانند، حاکی از روحیه مبارز و مقام خانواده فریدون و امید ظهور ناجی و قهرمان برای به پایان رساندن دوران وحشت و مرگ حکومت ضحاک است. به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. درود. به سیومین قسمت از سلسله پادکست های زنان در شاهنامه فردوسی با من بهشت خرم خوش آمدید. در این قسمت نگاه می اندازیم به فرانک، همسر آبدین، مادر فریدون که از مهمترین زنان در شاهنامه شناخته می شود. نامواژه فرانک گویا در ایران باستان از فرانایاکا و در اوستایی فرانای از ریشه پر بوده که به معنای پر کردن، پروردن، غذا دادن و مراقبت کردن است. فرانک مادر ایثارگر و رنج دیده فریدون، زنی است آزاد با اندیشه مردمی که شوهرش آبدین کشته شده است و فرزندش در خطر نابودی به دست ضحاکیان قرار دارد. فرانک می داند که چون فریدون جوان گردد و برومند، پرچم مبارزه با ضحاک پادشاهی ستمگر دوران سیاه هزار ساله را در دست خواهد گرفت و بنیاد کاخ ستم برباد خواهد داد. بدین رو برای در امان ماندن فرزند از گزند ضحاکیان او را بردوش می گیرد و به دشت و بیابان می رود تا جای مناسب برای فرزند بیابد. داستان پرورش فریدون به وسیله فرانک و کوشش در نجات او از کینه‌توزی ضحاک که پدرش را می‌کشد و در اندیشه نابودی وی می‌باشد، زن را به عنوان نقطه عطف تاریخ معرفی می‌کند. خردمند مام فریدون چودید که بر جفت او مرچنان بد رسید. زن بود آرایش روزگار، درخت کزو فر شاهی ببار. فرانک بودش نام و فرخنده بود، به مهر فریدون دلا کنده بود. فرانک پسر یتیمش را به نگهبان مرغزاری که گاوی آراسته و شگفت به نام برمایه دارد می سپارد. این گاو هم خود از شگفتی های جهان بوده که کس گاو نغز و زیبا چون او ندیده بود. او فرزند خود را نزد نگهبان مرغزار می برد و از او می خواهد تا طفل را نزد خود نگه داشته و با شیر گاو خود بپرورد. سایبان مرغزار پس از اظهار بندگی و فرمان برداری از فرانک، نوزاد او را می گیرد و مدت 3 سال این شاهزاده را با شیر گاو ویژه به نام برمایه پرورش می دهد و پرستاری می کند. فردوسی از زبان مادر فریدون که با خروش و زاری با نگهبان مرغزار سخن میگوید، چنین نظم میکشد: بدو گفت که این کودک شیرخوار، ز من روزگاری بزنهار دار. پدروارش از مادر اندر پذیر، و زین گاو نغزش بپرور بشیر. دیرینا میگذرد که ضحاک از نهانگاه فریدون آگاه میشود و در صدد کشتن او برمی آید، اما تدبیر و کارسنجی فرانک است که پیش از رسیدن سپاهیان ضحاک
فریدون را از آنجا دور می کند و این بار کوه البرز را پرورشگاه و مخفیگاه پسرش می گذیند. دوان مادر آمد سوی مرغزار، چون این گفت با مرد زنهار دار، که اندیشه در دلم ایزدی، فراز آمد از ره بخردی، شبم ناپدید از میان گروه، مرین را برم سوی البرزکو. فرانک به خوبی می دانست علاوه بر حفظ جان فریدون مسئولیت سنگین دیگر هم دارد و آن نوع پرورش، تربیت و تهذیب است که باید جهان را از شر و بدیها پاک کند و عدل و داد را در همه جا بگستراند. بنابراین بدون آن کاتفه مادری او را وادار به گرفتن تصمیم عجولانه کند، عاقلانه ترین تصمیم زندگیش را می گیرد. او را به البرزکو می برد. فرانک سراسیمه پسر را به البرزکو برده به مرد پارسا می سپارد تا پنهان از چشم مزدوران زهاک او را بپروراند. مرد دینی آدم وارسته ای است که به سیاست و کارگیتی نظر ندارد، چون این مرد روحانی که بی پناهان را پناه می دهد جویای نام، کام و پاداش نیست. مزدوران دستگاه هم این گونه مرد روحانی وارسته ای را نمی شناسند و به نزدیک او راه نمی جویند. بیاورد فرزند را چون نوند، چغر رمجیان سوی کوه بلند. یکی مرد دینی بدان کوه بود، که از کار گیتی به اندوه بود. فرانک به هنگام سپردن فرزندش به مرد دینی در کوه می گوید. فرانک بدو گفت کی پاک دین، منم سوگوار ز ایران زمین. بدان کین گران مایه فرزند من، همی بود خواهد سر انجمن. ببرد سر و تاج زهاک را، سپارد کمربند او خاک را. مرد وارسته خواهش فرانک را میپذیرد و فریدون را از او میگیرد. پذیرو فرزند او نیک مرد، نیاورد هرگز بدو باد سرد. این صحبت فرانک با مرد پارسای کوهنشین میرساند که غیر از علاقه فرانک به حفظ جان فرزند، شوق سوزنده تری از وجودش ساطع است و آن عشق به میهن و نجات ایران از ستم و ریشکن کردن دستگاه فرمان روایی اوست. هنگامی که فریدون بزرگ می شود، نام و نشان خود را از مادر می پرسد. چو بگذشت بر آفریدون دو هشت، ز البرزکو اندر آمد بدشت. بر مادر آمد پژوهید و گفت، که بگشای بر من نهان از نهفت. بگو مر مرا تا که بودم پدر، کیم من به تخم از کدامین گهر. مادر به او می گوید که تو از نژاد کیان استی، پدرت به دست ضحاک کشته شده و مغز سرش خوراک مارهای دوش ضحاک گردیده و حتی گاوی که تو از شیر آن می خوردی به دست ضحاک کشته شده است. فرانک بدو گفت کی نام جوی، بگویم تو را هرچه گفتی بگوی. تو بشناس که از مرز ایران زمین، یک مرد بود نام او آبتین. ز تخم کیان بود و بیدار بود، خردمند و گرد و به آزار بود. ز طهمورث گرد بودش نژاد، پدر بر پدر مرهمی داشت یاد. پدر بود تو را و مرا نیک شوی، نبود روز روشن مرا جز بدوی. پدرت آن گران مایه مرد جوان، فدا کرد پیش تو روشن روان. بدین وسیله او را برای انتقام خون پدر آماده می کند و با پند مادرانه او را از ناپختگی باز می دارد. خجستکی ها این بخش از داستان فریدون و فرانک را چنین می آورد. فریدون به 16 سالگی می رسد
اسکوبزیر می آید، پیش مادر می رود و از تبار خود می پرسد. فرانک ستمهای ضحاک و کشته شدن گاو برمایه را یک به یک شرح می دهد. فریدون جوان از ستمی که بر خانواده و مردمش رفته بود برآشفت و با خشم و عصبانیت عجولانه تصمیم به انتقام جویی گرفت. فریدون برآشفت و بکشاد گوش، ز گفتار مادر برآمد به جوش. چون این داد پاسخ به مادر کشیر، نگردد مگر باز مودن دلیر. بپویم به فرمان یزدان پاک، برآرم از ایوان ضحاک خاک. واکنش فرانک مادرانه و آرام و هوشمندانه است. فرانک می دانست که هر حرکت غیر اصولی ممکن است سبب برباد رفتن همه آرزوهای مردمش شود و سرنوشت قیام در مخاطره بی تجربگی و جوانی فریدون قرار گیرد. بنابراین فرزند را هشدار داد که فریفته غرور جوانی خیش نشود و با پختگی از تجربه های مادرش بهره گیرد. او از آشفتگی فرزند می هراسد و در عین حال غرق غرور می شود و با او پند دلنشین می دهد که اجرای آن سبب پیروزی فریدون می گردد. بدو گفت مادر که این رای نیست، تو را با جهان سر به سر پای نیست. جز این است آیین پیوند و کین، جهان را به چشم جوانی مبین. که هر کو نبیز جوانی چشید، بگیتی جز از خیشتن را ندید. بدان مستی اندر ده از سر بباد، تو را روز جز شاد خرم مباد. تو را ای پسر پند من یاد باد، و جز گفت مادر دگر باد باد. با قیام کاوه و مبارزه فریدون، نخستین انقلاب اساطیری در شاهنامه روی می دهد و فرزند فرانک به همراهی مردم ضحاک را که از عدل و داد منحرف شده است از بین می برد. قصه این که چون بیداد ضحاک مردم خوار زندگی را بر انسانها تنگ می کند، آهنگر کاوه‌نام برمی آشوبد و چرم آهنگری را برمی افرازد و ستم دیدگان را دور خود گرد می آورد. فریدون نزد مادر می رود و از او می خواهد که به درگاه پروردگار نیایش کند و از او یاری بطلبد. زیرا آن زمان رسیده است که به پیکار اژدها پیکر شتابد. فرانک اشک ریزان فرزند را به خدا می سپارد. فرو ریخ آب از مژه مادرش، همی خواند با خون دل داورش. به یزدان همی گفت زنهار من، سپردم تو را ای جهاندار من. بگردان ز جانش بد جادوان، بپرداز گیتی زنا بخردان. حضور دوباره فرانک در داستان فریدون هنگامی است که با او خبر می رسد روزگار ضحاک سر آمده و فرزندش فریدون بر تخت شاهی نشسته است. نخست نیایش کنان سر و تن بشست و در پیشگاهی از دان پاک سر بر خاک سایید. ضحاک را نفرین کرد و کردگار یگانه را برای آن گردش شادمانه روزگار آفرین خواند. آنگاه یک هفته بر همه توهی دستان و درویشان که نیازمندی خیش نهان می ساختند، پنهانی خواسته بسیار بخشید. چنان که درویش نماند که توانگر نشده باشد. هفته دیگر جشن بزرگ و پاساخته همه بزرگان را مهمان خیش ساخت. پس آگهی آمد ز فرخ پسر، به مادر که فرزند شد تاجور. نیایش کنان شد سر و تن بشست، به پیش جهاندار آمد نخواست. نهادان سرش پست بر خاک بر، همی خواند نفرین به ضحاک بر. همی آفرین خواند بر کردگار، بر شادمان گردش روزگار. وزان پس بر آن کس که بودش نیاز، همی داشت روز بد خیش راز. نهانش نوا کرد و کس را نگفت، همان راز او داشت اندر نهفت. یکی هفته زینگونه بخشید چیز،
چنان شد که درویش نشناخت نیز. دگر هفته مر بزم را کرد ساز، مهان را که بودند گردن فراز. بیاراست چون بوستان خان خیش، مهان را همه کرد مهمان خیش. آنگاه گنج های بسیار بکشود، جامه، گوهرهای شاهوار، اسبان تازی، جوشن، خود، زوبین، شمشیر، کلاه و کمر بسیار همه شاهوار بار شتران بکرده به همراه درودهای بسیار به سوی فرزند روانه گردانید. چون فریدون آن همه خواسته بیدید، پذیرفت و بر مادر درودها فرستاد. وزان پس همه گنج آراسته، فراز آوریده نهان خواسته. همه گنج ها را گشادن گرفت، نهاده همه رای دادن گرفت. گشادن در گنج را گاه دید، درم خار شد چون پسر شاه دید. همان جوهر و گوهر شاهوار، همان اسب تازی بزرین ازار، همان جوشن و خود و زوبین و تیغ، کلاه و کمر هم نبودش دریغ. همه خواسته بر شتر بار کرد، دل پاک سوی جهاندار کرد. فرستاد نزدیک فرزند چیز، زبان پر از آفرین داشت نیز. چو آن خواسته دید شاه زمین، پذیرفت و بر مام کرد آفرین. در مورد جایگاه و شخصیت فرانک در شاهنامه دیدگاه های گوناگون وجود دارد. ادهی نقش او را بسیار سازنده و محوری و وظیفه او را سرنوشت ساز می دانند و کسانی هم او را شخصیت فرعی در سایه یک شخصیت اصلی می خوانند که کارش فقط محافظت از یک ابرقهرمان در یک دوره ای از زندگیش بوده است. برای مثال خجستکیا به این باور است. فرانک پیچیدگی شخصیت زنان روایت های کیانی و افسانه های رستم را ندارد. در یک خط ساده در داستان ترسیم شده است. این زن شخصیت بخود و مستقل نیست، بلکه در سایه قهرمان برجسته همچون فریدون جنب و جوش دارد. نقش فرانک در داستان ضحاک محدود می شود. با کوشش در حفظ جان فرزند و پنهان داشتن فریدون از چشم شاهش دهاوش که نشانی کشنده خود را در خواب دیده در جهان می جوید. کریستنسن در کتاب کیانیان چنین گفته است: به نظر می رسد در شاهنامه فرانک فقط زاینده فریدون است. وظیفه پرورش قهرمان موعود را عوامل دیگری که در سنت هندو ایرانی این اسطوره اهمیت بیشتر داشته اند به عهده دارند. گاو برمایه که همزمان با قهرمان به دنیا آمده است فریدون را شیر می دهد و یزدان پرسته که در البرزکو خلوت گزیده مأموریت قدسی دارد که قهرمان را تا روز موعود از شهر اهریمن پنهان دارد. در ادامه لیلا دالوند در واکنش به سخنان کریستنسن در مورد جایگاه فرانک چنین می نگارد. ایشان کریستنسن بیان می دارند که فرانک نسبت به زنان دیگر شاهنامه نقش کمتر را ایفا می کند، فقط گاه گاه در صحنه حاضر می شود و جان فرزند را نجات می دهد. اما ما با این نظر موافق نیستیم. با توجه به زندگی فرانک و سختی هایی که کشیده است، معتقدیم که فرانک برجسته ترین و شایسته ترین زن شاهنامه است. به سخن فریده یوسفی، فرانک زنی نیست که با لباس فاخر و تاج مرصع پشت پرده های حرم سرا نشسته باشد، بلکه زنی است تاثیرگذار در دگرگونی اجتماعی عصر خود. در شاهنامه می خوانیم او با وجود اینکه می داند و ستاره شناسان پیشگویی کردند که مرگ ضحاک به دست سپهبد فریدون نام است، اما نام فریدون را بر فرزند خود می گذارد و این حاکی از روحیه مبارز او و امید داشتن به ظهور یک ناجی است. فرانک مادری است که با تدبیر خود فرزندش را از بدو تولد تا آغاز حکومت 500 ساله‌اش به سرمنزل مقصود رهنمایی کرد. او می دانست که علاوه بر حفظ جان فرزند مسئولیت مهمتر دارد و آن نوع پرورش، تربیت و تهذیب فردی است که باید جهان را از شر بدی ها پاک کند و در همه جا عدل بگستراند. بنابراین بدون آنکه عاطفه مادری او را وادار به گرفتن تصمیم عجولانه کند، عاقلانه ترین تصمیم زندگیش را می گیرد
و فرزند را به البارسکو می برد و به دست مرد وارسته می سپارد. در پایان نیز دیدیم که فرانک وقت خبر پیروزی فرزند را می شنود، تمام سرمایه خود را به فقیران و بیچیزان می بخشد و چنین بخشش از بزرگمنشی فرانک سرچشمه می گیرد. به نشان از پرهیزکاری و پارسایی این زن است. فرانک از مادران بلند آوازه شاهنامه است که با عواطف مادری خود جهان پر از بیداد را نابود کرد و آرامش و صلح را جایگزین کرد. زنان خردمند شاهنامه عبارتند از شهرناز و ارنواز، سیندخت، کتایون، گلشهر و فرانک. این زنان نقش و کارکرد مؤثر در روند داستانی شاهنامه ایفا می کنند و به خرد و تدبیر آراستند. با کشته شدن آبتین به دست ضحاک، همسر دلاور و خردمند او تسلیم ستم و سلطه هزار ساله ضحاک نمی شود و دست از مبارزه بر نمی دارد، بلکه تا آخر راه پیش می رود. امید، تدبیر و خردمندی سه عنصری است که در وجود فرانک گرد آمده و باعث می شود روزی از دل این سینی رو قهرمان بباراید که دوره سیای ستم ضحاک را به پایان می رساند و پرچم عدالت و آزادی را بر می افرازد. در جامعه سیاهی که پادشاه بیداد پیشه ماردوش سفره جور خود را بر گستره زمین گسترد، کسی که در آن فضای اهریمنی شاید خوراک ماران ضحاک شده بود، با واسطه خردمندی فرانک در هوای پاک کوههای سر به فلک کشیده و در دامان انسانهای پاک و وارسته بالید. این زن قهرمان فرزند را در سایه‌سار اندیشه بلند خود پرورد تا جهان را از مردی چون ضحاک پاک کند و همای عدالت را بر گستره زخم خورده زمین به پرواز درآورد. مادر که با تدبیر خود فرزندش را از بدو تولد تا آغاز حکومت 500 ساله‌اش به سر منزل مقصود هدایت کرد. از دید فریده یوسفی نیز فرانک برجسته‌ترین و شایسته‌ترین زن شاهنامه است. او در کتاب جایگاه سیاسی و اجتماعی زنان شاهنامه فرانک را زمینه ساز قیام کاوه می‌خواند. به خوبی پیداست که فرانک در ردیف زنان نامدار و محبوب شاهنامه قرار دارد. او زنی است پرتوان با خوی مردمی، پاک دامن و آزاده، مادری سارگر و صبور، خردمند و مهربان. شخصیت فرانک بیانگر ویژگی های ارزنده و آرمانی مادران آگاه و آزاد در جامعه است. او زنی است که فرزند چون فریدون دارد که اساس و پایه ستم هزار ساله نیروی اهریمنی ضحاک را برباد می دهد. چون این زن با نقش پویا و مثبت خود که از کوشش خستگی ناپذیر و اندیشه مردمی بهرمند است. به تردید مورد پذیرش فرهنگ جامعه که آرمانش آزادگی، پاکی، راستی و درستی است قرار می گیرد و از این روز که نقش اجتماعی ارزشمند فرانک و شخصیت فردی او را ارج می نهد و مقامش را گرامی می دارد و بدین گونه فرانک و نامویادش نمونه می شود که در اندیشه ها جای و در ردیف زنان محبوب شاهنامه قرار می گیرد. فرانک نماد زن فداکار، دلاور و خردمند در گذشته تمدنی ماست که از امید و تدبیر در هیچ دوره ی زندگی بیگانه نمی شود. امروز مادران نسل ما می توانند فرانکوار از فریدون های فردای این مردم محافظت کنند و هویت و حق و گذشته ایشان را برایشان بشناسانند. مهمتر این که از شستشوی مغزی فرزندان این خاک زیر سلطه ضحاک های سیادل این روزگار که بر جان و مال مردم محاکم شده اند جلوگیری کنند. و فرزندان ما یاد دهند که کیستند و چرا باید معترض باشند و زیر بار نروند. همت و تدبیر فرانک های ما اگر نباشد، فریدون برای نابودی ضحاک افراطیت و تمامیت خواهی بر نخواهد خواست و سلسله ستم قطع نخواهد شد. آیندگان ما برای اینکه چند بعد فراموش نکنند که چی چیز را از دست دادن، نیاز به مادران چون فرانک دارند. جامعه ما نیاز به زنان دارد که چون او چراغ‌های روشنگر فرداهایمان را از گزند بادهای طالبانی و تمدن ستیز ایمن بدارند. فرانک مشت محکم بر شقیقه فراموشکاری تاریخی ماست.
بدرود.